سلام دوستان، به چنل کافه میلیونر خوش اومدین. امروز همین جوری که مشخصه میخوام یه ساندویچ نوستالژی بزنیم که همون باهاش خاطره داریم. اول از همه روغن توی مایتابه میریزیم تو داغ بشه. ما حتی گازمون هم نوستالژیه، اینو من واقعا از مادر بزرگم گرفتم. زیادش نمی کنیم خیلی. تا این داغ بشه میریم سراغ آلمانیمون. یکی از آلمانی های بزرگ رو جدا می کنیم. من اینو حال کردم، این یه خود جرمنیه. من چون ساندویچ خودم می خوام بخورم دستکش دستم نکردم، وگرنه از این دستکش حتما برای مشتری دستم می کنم. خب نکته کار اینه که ما نوک چاقو رو یه مقدار کمی توش فرو می کنیم. شروع می کنیم اینجوری پیچوندن با فاصله کمی نیم دارهاش بقیل هم روغنمون هم یه هم میزنیم. زیاد نمیخواد این خطا رو عمیق بندازیم. آیتوبه رو باز کمترش میکنیم. شعله رو میخواییم نگاه کنیم چقدر شده اینجوریه. آلمانی میزنیم توی روغن دو تا بشونیم خوب چرب شه. خب این تا بیاد سرخ شه ما بریم سراغ گوجه و خیارشورمون. خب بریم سوسیس رو یه دونه تاب دیگه بدیم. بریم اینجوری هر یه مقدار کمی سرخ میشه باز بقیهش خامه. خب بعد کم کم هی دورش بریم تا همهش بپزه، اگر نه خام میمونه. نکتهش هم اینه که حتما باید بشو کم کنیم که اطلاع مخصوص باشه. دراغ خیارشور میریم یک کمی کج میبریم که حلقهاش بزرگ بیفته. ما برای داخلش جعفری هم داریم، سس سفید و قرمز هم اضافه میکنیم. واقعا خود نوستالژیه. برای بریدن اون فقط دستتون روش فشار بدیم و این باید چاقویی که اره‌ای باشه از بغل ببریم. معمولا یه ورش تیز داره، این واسه تهش بهتره. این داشتم باز می‌بریم که توش مواد بده. این داشتم سلیقه‌ایه ولی من دوست ندارم خیلی روش توش بمونه. خب اینم از این. بریم ببینیم سوسی سر چه حاله. کم کم داره باز میشه، حالت فنری پیدا میکنه. خب دوستان من برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه اینجا رو دیگه کات میکنم تا موقعی که این کامل پخته بشه. بریم و بیایم. خب دیگه تقریبا آماده شده. ما نون اونو برمیداریم. میبینید کامل به شکل فنر در میاد. بلندتر هم میتونه بشه اگه سرخون داشته باشین. سرخون با روغن یه تیکش هم میبینید تور شده، میخواد کنده بشه ولی مشکل نیست. اول از همه ما سوسیس رو میذاریم. کامل هم دیگه نونمون شده. برو بریم. خب یه طرفش رو کلن گوجه میچینیم. من میخوام گوجهشو دوب بذارم که حسابی خفنم بشه. این از گوجه، اون طرف این کار خیارشور. خب حالا وقتی سس سفید و قرمزه. واسه اینکه یکم خفن ترش جعفری هم گوش میریزیم. واقعا میگه خود نوستالژی شده. خب برای اینکه یکم این استایل کار خفن تر بشه دیگه ما کلا سب کنم همون قدیمی پیش میریم. این کامل جمع میکنیم که کاغذ بپوشونتش. این هم ساندویچ نوستالژی ما دوستان. بریم تستش کنیم ببینیم چه مزه‌ایه.
خب دوستان، اینم از ساندویچی که ما آماده کردیم، کاملا استایلش قدیمی شده. من از این سوسای قدیمی هم گرفتم که خیلی طبیعی بشه. با همون روش هم بازش میکنم. خب این چیزی شد. بفرمایید. ما همیشه زنگ آخر از اینا میخوردیم، خیلی خوشمزه است. حتما درست کنید، کامنت کنید ببینم چیکار کردیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. شب شما بخیر.